سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خیلی خوب و عالی و خفن باشین. خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید. قبل از هر چیزی لطفاً ویدیو رو لایک کنین، دوستاتون بفرستید، چنل سابسکرایب کنین و اگر هم دوست داشتین یه کامنت هم بذارین واسه هم خیلی متشکرم. امیدوارم از ویدیو لذت ببرید. دمتون خیلی گرمه. توی فوتبال ستاره‌های ریز و درشت بسیار زیادی وجود داره، مثل مسی، رونالدو، نیمار، امباپه، هالند، یا قدیمی تر مثل پله، مارادونا، یا مثلا توتی یا بوفون، یا خیلی ستاره دیگه که فقط ستاره باشگاهشون هست. اما این وسط یه سری ستاره خود هستن که خیلی زود فراموش شده، یا به عبارت دیگه اصلا ستارگی نکردن. اونا فوتبالیستای با استعداد بودن که به هر دلیلی فراموش شدن خیلی زود. حالا تو این ویدیو قصد دارم تا ستاره هایی که خیلی زود فراموش شدن رو بررسی کنم، از جدید تا قدیم. بازیکن شماره خامس رودریگز. لازم نیست توضیح بدیم که خامس رودریگز چه ستاره‌ای بود و به چه بازیکنی تبدیل شده. اون یکی از بااستعدادترین بازیکن‌های فوتبال بود و تا جایی که مورد توجه رئال قرار گرفت واسه تیم ملی کشورش به شدت عالی بازی کرد. اما وقتی که مسیر باشگاهی اون بازیکن رو دنبال کنیم میفهمیم که چه مرگ تدریجی در مسیر رئال، بایر مونیخ، اورتون و در نهایت الریان قطر نهفته شده. ستاره درخشان که همه این نگاه ها رو به خودش خیره کرده بود و تمامی تیم ها بر سر جذبش به جان هم افتاده بودن، وقتی به عنوان بازیکن آزاد اورتون توسط رافائل بنیتز اعلام شد هیچ کس تعجب نکرد. خامس رودریگز سرشار از استعداد بود اما مسیر اشتباهی رو طی کرد. خامس رودریگز که تنها زمانی که 20 سال داشت شماره 10 رو پوشید و عضویت تیم ملی بزرگسالان کلمبیا درآمد. اون اغلب تو پست هافبک هجوم یا وینگر راست و چپ بازی میکرد. اون حتی تونست آقای گل جام جهانی 2014 برزیل با 6 گل بشه. اما چهره که اون نتونست مسیر درستی و واسه ادامه فوتبالش توی باشگاه ها انتخاب کنه. اون بعد پایان همکاریش با اولمپیاکوس یونان به ساو پائولو پیوسته و بعد ببینیم که چه کار میتونه انجام بده. بازیکن بعدی فیلیپ کوتینیو، ستاره برزیلی که با تکنیک قدرت شوتزنی بسیار بالا به قلب باشگاه لیورپول تبدیل شد و خیلی زود تو دل هواداران این تیم جاواز کرد. عده‌ای معتقد بودن که اون مثل چوبه دوران بازیش در اینتر میلان افت خواهد کرد، اما اون هر سال بهتر شد تا جایی که به عنوان بازیکن سال باشگاه لیورپول انتخاب شد. اهالی فوتبال به اون لقب جادوگر کوچیک دادن. درخشش کوتینیو سران بارسلونا رو امیدوار کرد تا بتونن با جذب اون جای دیگر ستاره برزیلی این تیم یعنی نیمار رو پر کنن و با مبلغ رکورد شکن اون یکی از گرونترین بازیکنهای تاریخ تبدیل کردن. کوتینیو در بازیهای ابتدایی برای بارسلونا درخشید تا جایی که رفته رفته دچار افت شدیدی شد و باشگاه بارسلونا اونو قرض داد و بعد بازگشتم نتونست ذره از استعدادش رو تو لیورپول پیاده کنه تا رویا پردازیاش منتهی به باشگاه استون ویلا بشه. هیدن هازارد، نوجوانی که درخشش رو از تیم لیل شروع کرد و خیلی زود در سالهای پیاپی برنده بهترین بازیکن جوان بزرگسال لوشامپیونه لیگ فرانسه شد. شروع هتریکا به همه میگفت که این لیل دیگه برای من باشگاه کوچیکیه. اون تو سال 2012 به چلسی پیوست و خیلی زود تونست خودش رو تو این تیم پیدا کنه. بهترین بازیکن جوان پریمیر لیگ شد و بعد درخشش رو اثرگذاری در قهرمانی لیگ برتر چلسی به عنوان بهترین بازیکن سال پریمیر لیگ انتخاب شد و مرد اول تیم ملی کشورش تبدیل شد. گلزنی ها، پاس گل های بیوقفه و میانگین دریبل‌زنی حتی بیشتر از لیونل مسی اونو به یک اسطوره در بین طرفداران چلسی فوق ستاره در جهان فوتبال تبدیل کرد. اما هازارد تو دنبال رویای بزرگی مثل لیگ قهرمانان پوشیدن پیراهن رئال مادرید بود. اما خیلی زود سایه بزرگ کریستیانو رونالدو شماره 7 رئال روی سرش سنگینی کرد و با تداوم مصدومیت‌هاش قرن‌ها
از چند سال پیشش فاصله گرفت و تا دل عاشقانه فوتبال برای نسخه قبلی این بازیکن خیلی تنگ شد و الانم با شروع فصل جدید می‌بینیم که ادن هازارد دیگه جایی تو رئال نداره و احتمالاً به فکر بازنشستگیه، ستاره‌ای که خیلی زود کم رنگ شد. بازیکن بعدی دلعلی، بازیکنی که با گلزنی‌های فراوان در سن پایین به جمع 6 نفر گلزن زیر 22 سال تاریخ لیگ انگلیس راه پیدا کرد. تو تمامی سن‌های پایین انگلستان بازی کرد تا جایی که اسکای اسپورت معتقد بودن که اون مثل هری کین جوونه. اما همه چیز از به شهرت رسیدن شروع شد. با به شهرت رسیدن علی تنبلی‌ها و هاشینا شروع شد. مورینیو به شدت عصبانی کرده بود تا جایی که مورینیو گفت من نباید از علی بخوام که بیشتر تلاش کنه، اون باید خودش بخواد، اما فقط یک تنبل تمام عیاره. که در آخرم گوش ندادم به حرفای مورینیو باعث شد که علی تیم مورینیو بره و اورتون بحران زده بپیونده. حتی اونجا هم بیشتر از 13 تا بازی نصیبش نشد، جایی که سکونشین باشگاه ترکیه شد و همه این اتفاقات تو سن 25 سالگی رخ داد، جایی که دلعلی به جای تبدیل شدن به یک الگو به درس عبرت واسه بازیکنهای با استعداد جوان تبدیل شد. اون هم قربانی تنبلی خودش شد. بازیکن شماره 5 ماریو گوتسه. بعد خدافظی آندره شورله از فوتبال همه یاد پاس گل اون تو فینال جام جهانی 2014 به گوتسه افتادن، گلی که یه بار دیگه آلمان رو تو بام فوتبال جهان نشون. تا همه توجه ها معطوف به ماریو گوتسه شه، بازیکن جوان با کلاس بازی بالا و با گوش که در سال 2013 هم به عنوان پسر طلایی سال انتخاب شد. ماریو گوتسه هیچ وقت حاشیه خاص و بدی برای خودش نساخت، بازیکن در خدمت تیم به شمار میرفت، ولی مسئولیت‌های بسیار جد و متوالی اون باعث شد بعد 3 سال برای ارمان خود ترک کنن. تو سال 2016 به تیم دوران بچگی خودش یعنی دورتموند برگرده، ولی حالا در سن 27 سالگی دورتموند هم حاضر نگه داشتنش نیست و گوتسه در دوران تاریک و افول خود تو ایتالیا دنبال تیم میگرده که در نهایت هم به پی اس وی آینتوون و الان هم به اینتراخت فرانکفورت پیوست. بر اساس گفته پزشکان نمیتوان آینده روشنی برای گوتسه به دلیل وضعیت بد بدنی اون قائل باشیم و باید کم کم شاده از به تدریجی ستاره با پتانسیل جهانی که کارشناسان رو بسیار با تکنیک خلاق و با توانایی ارسال پاس‌های دقیق میدونستن باشیم. پسری که روزی امید اول من شاخت تا لقب گرفته بود الان کم کم در حال حذف و تبدیل شد. بازیکن شماره 6 اسکار، هافبک خلاق و سرعتی برزیلی چلسی از ژانویه 2017 راهی لیگ چین شد. یکی از خریدهای سرشناس و گران قیمت فوتبال چین تو سالهای اخیر بوده. البته خوار گرناتو، آگوستو، کارلوس و اکسل ویتسل چند تا از بازیکن دیگه مشهوری بودن که رای فوتبال چین شد. اسکار چند سال پیش و در زمانی که تنها 25 سال سن داشت با 60 میلیون پوند راهی لیگ چین شد که بیش از 100 میلیون پوند تا حالا حقوق گرفت و 51 گل واسه تیم چینی به ثمر رسونده. ستاره برزیل تو سال 2018 فاتح لیگ چین شد، اما دوست داشت که تو این تابستون به تیم فلامینگو ملحق شه. اسکار حتی پیراهن این باشگاه هم به تن کرد و امید زیادی داشت تا جزئیات نهایی به سرانجام برسه و دوستان قدیمی خود مثل فیلیپ لوئیس و داوید لوئیس رو هم ملاقات کنه. در حالی که اسکار با فلامینگو به توافق رسیده بود و برای بازگشت به کشورش آمده میشد، باشگاهش این اجازه رو صادر نکرد و در حقیقت باشگاه چینی حتی اجازه انتقال قرضی رو هم نداد و به ناچار باید توی لیگ چین بمونه. اما خب اسکار از لیگ برتر انگلیس به چین اومد و به خاطر درآمدزای مشخصن و مثل این که از این کارم پشیمونه، چون در مسابقه‌ای که داشته گفته که من به چون از این کار پشیمون نیستم و برای درآمدزای به لیگ چین اومدم. بازیکن بعدی ماروی کارتی.
محصول لاماسیا که درخش رو خیلی زودتر از هر کس دیگه شروع کرد. در سمتوریا شناخته شد و با اینتر به اوج رسید. در کمتر از 200 بازی برای اینتر 111 گل به ثمر رسوند. کاپیتان اینتر آقای گل سری آ شد. حتی کتاب نوشت و اون هم کمتر از 22 سالگی. اما ایکاردی با همسر دوستش مکسی لوپز وارد رابطه شد. اگرچه اون زمان با بندای 30 ساله ازدواج کرد. اما بابت این خیانت توسط مردم آرژانتین و بزرگان این کشور مانند مارادونا بخشیده نشد و اون در بهترین فرمش هم به تیم ملی دعوت نمیشد. کار به جایی رسید که همسرش از خودش معروف تر شد. به خاطر پول به باشگاه پاریس سن ژرمن رفت و اونجا به لیگ ترکیه و گالاتاسرای. اون هم قبل از 30 سالگی. ماورو ایکاردی یک ستاره بی همتا بود که توسط حاشیه کشته شد. بازیکن شماره 8 ماریو بالوتلی. زننده دو گل ایتالیا مقابل نویر تو 21 سالگی برای صعود به فینال یورو 2012 خیلی زود هواداره فوتبال ایتالیا رو از خودش خسته و ناامید کرده. کسی که به گفته خودش عربند فوتبالی خودش ناراضی نیست ولی دیگه اون ستاره درخشان و بی‌بدیل روزهای گذشته نیست. ماریو بالوتلی که نه تنها در رده ملی بلکه در تیم‌های باشگاهی خودش مثل منچستر سیتی، آس میلان، اینتر میلان درخشان ظاهر شد ولی حاشیه‌های پرتعداد عجیب اون باعث شد خیلی زود الماس سیاه ایتالیا به بازیکنی بدل شه که تنها توانایی ایجاد حاشیه‌های پرتعداد واسه تیم رو داره. ماریو بالوتلی که در حال حاضر 35 ساله است از پس 2021 تا الان توی ادنال اسپورت داره بازی میکنه. خیلی راحت دستی دستی ستارهی که واقعا همه بهش امید داشتن سالهای فوتبال خودش رو خیلی راحت به هدر داد. خیلی ممنونم که تا اینجا تماشا کردین. اگر از ویدیو خوشت اومد ویدیو رو لایک کنید، لایک کامنت سابسکرایب کنید، یوتیوب فراموشون نشه، خیلی منو دلگرم میکنه به کارم. اگر هم دوست داشتین واسه دوستاتون بفرستین و یک کامنت هم بزنین. اینو متشکرم. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.